مغزمون کاملا روشن هست و خیلی جالب هست که تا یک تخلف حقوقی رو کشتی انگلیسی صورت میده و جمهوری اسلامی ایران برای امنیت منطقه با این کشتی برخورد میکنه، درخواست برخی از کشورها برای رفع توقیف فوری نفتکش رو اعلام میکنن. خب ما از همین کشورها میخواییم اول به انگلیس اعلام بکنن این درخواست رو. نفتکش انگلیسی برخلاف قوانین و مقررات دریانوردی، اولا دستگاه موقعیت آب خودش رو خاموش کرده، به جای حرکت به سمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بوده. به هشدارها تذکر بهرا هشدارهای مختلفی که بهش داده شده توجهی نکرده. من به اعتقاد من و به اعتقاد ما مقایسه این دو توقیف یک خانش نارواست که این رو میخوان تلافی از اقدام یک ناروای دیگری خان صورت بدن. نفتکش انگلیسی مطابق مدارک موجود در محدوده آبی ایران توقیف شده. ما فکر میکنیم که انگلیسی ها وقتی کشتی ایرانی رو متوقف میکنن و رفتار خصمانه از خودشون صورت میدن، این انتظار رو نباید داشته باشن که ما تا به حال بر اساس حسن نیت اغماز میکردیم در تنگه هرمز. خب وقتی توقیفی که شما صورت میدید این توقیف غیرقانونی انجام میدید در جبل الطارق، حتی اسپانیایی ها معتقدن در خاک اونها شما این کار غیر دوستانه و خصمانه رو انجام میدید، ما هم ملزم به اغماز نیستیم، ولی قطعا از جنبه امنیت ما، از جنبه تضمین امنیت آبراهای ما و در آبهای سرزمینی ما صورت گرفته و ما هم تصمیم گرفتیم که قوانین جاری عبور از تنگه رو اجرا بکنید. این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست، بلکه یک اقدام حقوقی درست و به جا از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده. این به منزله این نیست که کشتی در مقابل کشتی. ما رفتار حقوقی و قانونی خودمون رو داشتیم و در مراجع قانونی هم اون توقیف رو دنبال بکنیم و هم سازمان بنادر کشتیرانی مکلف شدن که به سازمان‌های بالادستی خودشون تخلف کشتی‌های انگلیسی رو هم گزارش بدن.